خوش اومدید. ما اومدیم با حواشی دوباره. از این حواشی واقعا این بده یه جورایی فکر میکنم. میدونی چرا؟ حواشی سامان و تتلو که جای خوبی پیش نمیره. نه به صورت خوبی پیش نمیره حاجی. واقعیت من فکر میکنم دو حالت بیشتر نره. حالت اول اینه که این قضیه کلا از پشت هماهنگ شده است و میخوام برای نگه داشتن توجهات به سمت خودشون این کارو انجام بدن که خوبه. من یه مقدار با این اوکی ترم، ولی بدی های خاصی خوش داره که با توجه به حالا حرفای تتالو که میبینی در آینده متوجه چرا میگم خیلی بده درست. ولی اون یکی بدترش به نظر من اینه که واقعا جدی باشه این حواشی و واقعا اینو با هم یه دعوا کردن که من واقعا خیلی طرفدار این قضیه نیستم. نه چون میتونستم با هم خیلی همکاری خفنی انجام بدن، هرچند که بعضیشا دوست نداشتم، ولی من مثلا همکاری باحال میتونست شکل بگیره بین این دو گروه. هر چند بالاخره برای ایجاد یه مقدار میدونی جذابیت در رپ فارسی نیازی بود که بالاخره دو گروه هم یه بپرن. میدونی چون میگم نمیشه همیشه با هم اتحاد بکنن، جذاب‌تر میشه. بعد دیگه اعصاب چیز میشه، حالت حوصله سربر میشه. ولی بازم من دوستشم، حداقل ما یه ذره آجی ببینیم همکاری بعد بریم تو کار مثلا دیس و دیس بازی. متوجه چی میگم؟ به هر حال ببینیم که با هم داشته باشیم این حواشی بین امیر تتلو و سامان ویلسون. و فقط قبلش اگه دفعه اولی که ما این تو این کانال حتما دکمه سابسکرایب بزنون هم چی بزن که اون ورش بزنه بیرون، لایک بزن که ما حمایت کرده باشی بندازش. و تو کامنت هم نظرتون در مورد این داستانای بین این دو نفر بگین خب، و آیا شما طرفدار دیس و دیس بازی این دو گروه یا اتحاد این دو گروه هستین و آیا دلتون به درد اومد از این اتفاقی که بینشون افتاده. بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب بچه ها، داستان از کجا شروع میشه؟ والا از خیلی قدیم. خب چند تا لایو گذاشتن و هی مثلا به هم یه تیکه انداختن، بعد دوباره سامان ویلسون اومد دیوار که فکر کنم ویدیوشو ساختیم که کلی وایس اومد تخریب کرد اتحاد. و بعد اون طرف یه لایو اومد گذاشت گفت آقا نه حالا ان شاءالله موفق باشن ولی به ما کاری نشه، ما حال مثلا کار شما خوب، ما هم جدا کارمون جدا از شما مثلا خوب میشه دیگه، ما هم کار میکنیم. آره اینا میگذره این صحبت ها. یهو سامان ویلسون عکسش در میاد تو هیئتی تو زنجان بوده که حاجی باز اینم دو حالت داره. الان دو حالتش رو میگم. حالت یک، خب مثلا حاجی خیلی مشخص زیادی طرف مثلا عشق مثلا اسلام و مسلمونی و حالا هیئت زدن و فلان و هیئت زدن سینه زدن و هیئت رفتن و این صحبت ها. خب که رفته هیئت که حالا همونطور که خودش توی وایسا میگه. حالت دوم که خیلی جالبه اینه که حاجی برای ایجاد حاشیه رفته اونجا که داره مثلا یه سرسای ایجاد کنه، چون میدون دیگه جی مثلا اون یک دو سه سپا و بعد اون طرف من تشکیلاتی و فلانی حرفا ممکنه باعث جاده حاشیه بکنه که همونطور که میدونید کرد، یعنی و عکس پخش شد که چرا رفتی که الان میایم توضیحات خودش رو در موردش میشیم. به نظر شما سوال این که بگید چرا رفتیش زن خیلی اشتباهه. آفرین، من قبول ندارم همچین سوالی کسی بپرسه. من قبول دارم ولی کلا آجی از یه نفر هیپ هاپی اصلا چیز نمیره، همچین انتظار نمیره که مثلا اهل اونور باشی، مخصوصا زد بازی که مثلا آجی تو پارتی و گیم چیه پارتی و مثلا مواد و فلان اینا میخونن. خب البته سامان آجی خودش خیلی نخونه زیاد تا اونجایی میدونم از مواد تا اونجایی یادمه، فلان قدیما رو نمیدونم بعد ولی چیزی که هست من تو نظر چیه؟ تو من نظرم هیچ مشکلی نه، هم اولی هست خود خوشش میاد مثلا هم خودش میاد رفته و اصلا مشکلی هم نداره اصلا، ولی مثلا اعتقادات مثلا شخصیش. آره. ها دقیقا. من خودم شخصا به من ربطی نداره خب، ولی من دوست ندارم. شما نظر تو کامنت ها بنویسیم ببینیم چی میشه. یه توضیحی میخوام بدم، بعضیا فکر میکنن که مثلا موچ منو گرفتن. نه مسئله اینجوری نیست، بزنید دقیقاً بهتون بگم چیه. ببین دیگه ما خودمون موسیقی درست میکنیم دیگه. حاج مهدی رسولی یه مقدار من حال میکردم با کاراش، ایشون هم فقط زنجان میخونه، من بعد میرفتم اونجا اینو میدیدم. تو یه روز 3 ساعت و 50 دقیقه رفتم، 3 ساعت و 50 دقیقه برگشتم. تو یه روز اونجام زیر 3 ساعت بودم، ولی مجلس ایشون رفتم به خاطر اینکه حال میکردم. همین دلیلی هم نداره جواب به کسی پس بدم. من آشورایی ام، من حسینی ام، این سبکم خیلی دوست دارم، باید میرفتم شماره یک این کارو میدیدم. آجی خداییش اصلا به سامان ویلسون آشورایی ام حسینی بخوام نمیخوره اصلا، ولی من میخوره وقتی دیگه بعدا گروهش میاد جوری هم با هم دیگه شاید هم نظر باشه. از اون برای مثلا هیدن اومده آهنگ قدیمی خونده جی جی بیا برم کن بیا برو دارم نه می گروهشون. خب بعد مثلا از این ور سهراب مثلا اون عقیده رو داره، حالا جی جی اینا دیگه، حالا اون دو تا ولی این سه تا رفیق اصلی من میگم 100% کپ و اکته. خب نظر شخصی من ها. خب نه مهراد هیدن از اهل سینه زنی و چیز رفتنه چیش میگن هیئت رفتنه، نه سهراب ام جی. سهراب ام جی حالا شاید مثلا حاجی بگه آقا خوشم میاد مثلا، ولی اهل اینکه برم سینه بزنم حالا شاید یکی دو بار رفته باشه مثلا این حرفا
ویلسون که دیگه اصلا هیچی ولم کن اصلا حاجی. اینا من اصلا هم... حالا دوستاشه بره آقا ببینه دیگه، دوستاشه بره ببینه. من اصلا ولی آشورایم حسینیم نمیدونم، نظر شخصی ما، من نمیام کسی رو قضاوت بکنم، دارم میگم آقا به نظر من، من عنوان یه نفر که این همه سال مثلا آهنگای سام ویلسون رو شنیدم، نظری که اون شخصیتی که سام ویلسون تو ذهن من داشت مثلا چی داره، ولی باز به ما ربطی نداره، یارو دوست داره میره مثلا حیاتش میکنه، میدونی نمیشه کسیش انتقاد بکنه اصلا. نظرم با نظرت مخالف، دلیلی هم نداره جواب به کسی پس بدم. من آشورایی ام، من حسینی ام، این سبکم خیلی دوست دارم، باید میرفتم شماره یک این کارو میدیدم، رفتم هم دیگه، نه اینکه برم مثلا تظاهر کنم و اینا، رفتم اون وسط به همین راحتی. کسی هم نباید به شماها اصلا جواب پس بده، من هر کاری دوست دارم میکنم تو زندگیم. خلاصه اینجا توضیحش تمام میشه که میگم منطقیه، ولی حالا بریم سراغ اینکه چطوری شروع میشه به داستان با تتعلق. یه آهنگ تو آلبوم خشی اس آر دارم خیلی باحاله خداییش، یعنی الان برام فرستاد، عجب آهنگیه. بیا دیگه خشی، بیارش بیرون، بیار بچه‌ها بشنون. حرف دل من نسبت به رپ فارسی کلا، یعنی من این کاری میکنم برای خودم کردم، به خاطر اینکه بقیه‌اشو تو این آهنگ میشنوی. جالبه، یعنی جالبه نظر من راجع به جماعت رپ ایرانی کلا، واقعیت هم هست، اصلا چیز عجیب غریبی نیست، نظر من راجع به ایناست. حاجی این خیلی جالبه، کل تیکه هستش 100%. دارم میگم من نظرمو دارم در مورد اونا میدم، خب و مشخصا خب در مورد همه آدم نظرش خوب نیست، من مثلا هیچی نذاشتم بوده همه خوب نیستش، میدونی یه سری خوشش میاد، سر میگه به نظر من اینا کپن، یه سری میگه اوکی مثلا حالا باشه. آهنگ جنجالیه، میگن قافیه های چفت، ما خیلی قافیه های چفت حساسیم. یه سوال دارم، کی بهتون اصلا یاد داده قافیه چفتو؟ خودتون کشف کردین یا یه نفر این کارو کرد شما از روم برداشتین؟ اینو من توضیح کامل بدید سری. حاجی من چی بگم، حرفش درسته ها، ولی یه چیزی که من میدم هیچ بهش اشاره نمیکنه هیچ، خب چی که مثلا سامان حاجی اومد، خب این مثلا درست حاجی قافیه رو برده کاری نداری مثلا اونا مثلا حاجی سامان حالا نمیاد دو سال بعدش یه نفر، یا یه سال بعدش یا 6 ماه بعدش یه نفر دیگه میآورد دیگه. من نمیدونم حالا این داستانی که هر دفعه میخواد بگه حاجی مثلا میدونی دو بار سه بار تو آرگومنت میتونی این فکت بیاری مثلا ببری، نمیدونی هی مثلا هر دفعه تنها فکتت این باشه که من آوردم بهتون یاد دادم، نمیاد مثلا حاجی مردم کار که نیستم، میان آهنگا رو گوش میکنن، خب میان میگن آقا چی بهش میگن، نه آقا اینا اینجوریه، به نظر من اینجوری باحال‌تره، میاد سعی میکنه یواش یواش اونو میسازه دیگه. حالا اون شاید یه چند سال دیرتر، ولی بالاخره میومد، میشد میگن مثلا نمیشه جلو پیشرفت گیر، مثلا یه مثلا آره. هیچ کس اون زمان اولین آهنگو نمیداد، همزمان داشتن کس دیگه هم کار میکردن، یکی نفر دیگه مثلا میومد بعد دیگه مثلا اون نمیداد، مثلا یکی شاید یه سال دیگه شاید یه شاید... بعدش مثلا دو ماه بعد یه میداد یه نفر دیگه. بابا مثلا اینکه آقا اگه مثلا ادیسون لامپو اختراع نمیکرد، هیچ کی اختراع نمیکرد بابا، این مثلا همون زمان که نیوتن اون چیز جاذبه رو کشف کرد و حالا سه تا قانون اصلی نیوتن رو گفت، همزمان یه دانشمند انگلیسی بود، حالا اسمش هم نمیادن دقیقاً، خب ماکسول بود، نام کی بودش، اونم همزمان با یه حالا نوتای دیگه با یه مدل نوشتن دیگه همون قوانین رو در آورده بود. اینجوری نیست که مثلا یه چیزی پیشرفت نکنه، هم میدونیم. حالا بریم از کل برنامه منم اینا قافیه رو یاد گرفتن فقط، که وزن کلمات از حرفشون مهمتره. شاد باباد قافیه نیست، قافیه 5 تا وزن قبل با 5 تا وزن بعد. غیر از اینه از کی یاد گرفتین؟ اما من یاد گرفتین دیگه، چرا؟ چون من خیلی بلدم. بعد تازه شماها هیچ، یعنی 10% قافیه دنده رو بلد نیستین، شما لول اپ رو بلد نیستین، اصلا هیچی بلد نیستین تقریبا، یعنی فقط یه چیزی شو یاد گرفتین دارین اونجا هاشو میکشونین به این عنوان که من خیلی آدم خوبی بودم، جامعه انقدر بد بود من الان خیلی بد شدم. برو بابا اصلا من ببین من چی دارم میخونم، هزار فاز مختلف زد ناامیدی، تو هم خود ناامیدی. اینو نمیدونم دقیقا به کیه، تو خود ناامیدی، فتحلو خیلی ناامیدی میخونه. آره فتحلو خیلی ناامیدی میخونه دیگه هاجی، هرچی آهنگاش نگاه کنیم ناامیدیه دیگه. اینم هست میدونی؟ چون پیش نمیتونی اینو بگیم چون مدلای مختلفی خونده. حسین هم همینطور، توهی هم همینطور، تو که اصلا توی نکن ناامیدی من نشد، من یعنی حالا شاید بوده قد یکی تک و توک ولی من نشد. ولی تو تتلم چیزی به غز به ناامیدی خونده، ولی خب فکرم اکثرشون اکثرش بیشتر اکثرش چیز دیگه غمگین و ناامیدی و این حرف هستی، ولی بحثی که هست دست از کنم مردم دندومندارم بلدن، وگرنه مثلا اینقدر میدونی چه موزیکای خوبی ایران داره. حالا درسته مثلا همه موزیکای رپ ایرانی در سطح بین المللی نیست، ولی بعضی هاشون هست، یعنی کارشون خوب انجام دادن که بالاخره بلد بودن. میگم حالا من خرگوش بودم گرگ شدم به خاطر این جامعه،
وگرنه اگه مثلا حکومت و جامعه و همه چی درست بود من همون خرگوش میموندم. این حرفاش فکت داشت. حالا خرگوش میموندی چی میخواستی بخونی؟ هیچ. نه اینا رو قبول دارم. آهنگ خوندن واسه آدمایی که من احساس میکنم تو تا یه جایی میتونی اینا رو بخونی. بعد که دیگه خف مثلا زندگیت عوض شد دیگه بعد مثلا اون عوض بکنی داستانی نمیتونی همیشه همونو بخونی. مثلا یه انتقادی که اینم هست میگن آجی تو اینقدر پولدار شدی و ترکوندی و الان دیگه مثلا خرت همه جا میره باز هنوز عصبانی مثلا و بی خیالیه مثلا. البته من خودم این انتقاد نمیکنم باحاله ولی خب ولی یه جورایی هم درسته یه جورایی هم درسته میگم آجی ولی می اون برمیگه به اونجا که آقا مثلا سلیقه مردمو گرفتی میخوای واسهشون بخونی مردم میخوان مثلا اون تو کامفورت زون موندنه مثلا از کامفورت زون نزدن بیرون و کارو جدی کردن. آره هر کی مثلا میاد مثلا یه چیز جدید میخواد بکنه یه کار انجام جدید میخواد بخونه و مثلا اینا اولش خیلی با مخالفت شروع میشه مردم خوششون نمیاد میگن برو مثلا به قدیمی تو برگرد این داستانا. آره همه اینجوری هستن هیدن. آره. هاجی آره. هیدن رو نگاه کن مثلا هر دفعه کار جدید میکنه خب دستی. یا خیلی عادی حالا من الان زنم هیدن هست مثلا شاید مثال دیگه شما بزنید ولی کلا گفتم آهنگ خوندن واسه آدمایی که دستشون به دهنشون نمیرسم خیلی راحته میدونی چرا چون تعدادشون زیاده ولی اگه تونستی مدیر یه مجموعه رو بکنی فن خودت اون موقع قوی به خاطر اینکه زدی توی برنامه دیگه اون فرق میدونه اصلا من به اینا چی یاد بدم نمیدونم چرا اصلا من حرفا میزنم فکت به نظره مدیر مجموعه نه آخه فقط آخه مدیر مجموعه آخه نیستش که آخه نگاه کن جامعه ببین اصلا داری اشتباه میزنی آقا سامان خب نگاه کن ما دو حالت داره شما اصلا مثل فروش یه محصوله آه. تو میتونی یه محصول ارزون قیمت مثلا با کیفیت کمتر حالا موزیکو نمیام که بیام کیفیت کمتر ولی منظور میگم خب با قیمت کمتر یا هر چیزی بدی به عامه مردم برسونی میتونی مثلا یه محصول لاکچری درست بکنی به چی به اونایی که فقط میتونن پول لاکچری رو بدن برسونی. حالا موزیکم چین و ماشینای چینی و مثلا اون چیزای لاکچری آره مثلا رولز رویس و لامبورگینی و بنز خب بعد موزیکم آجی تو میتونی یه موزیکی بسازی خب که عامه مردم که حالشون بده که متاسفانه است که مردم حالشون بده و وضعشون خوب نیست ولی مثال میزنم که میتونی با اون اتحاد برقرار بکنم میتونی اون قسمت مارکتو بگیری میتونی آقا اونایی که زندگیشون خوبه و همه چیشون مثلا رو رواله حتی هیچکی کامل زندگیش همیشه اوکی نیست چون همیشه تو مشکلاتی داری چه بزرگ چه مثلا زندگیت خوب باشه چه بد باشه تی برسونی به دست اونا میشد میگم اونا رو جلب بکنی. حالا اینایی که تو اونا جذب میکنی یه خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اینا بیشتر مثلا پول میان کنسرت تو مثلا محصولاتو بخرن و این حرفا به جاش اونایی که مثلا پول این کار ندارن آهنگاتو که گوش میدن همون استریما مثلا واسط پول میشه. میدونی چی میگم؟ حالا باز درصدها متفاوته میدونی چی میگم؟ کیفیته. من احساس میکنم که به نظرم حرفش نیمچه درسته یعنی نصف درسته نصف درست نیست. بچه بعد از این امیر تتلو میاد یه کامیدی پست میذاره خب که معلوم نیست واقعا با کی ممکنه مثلا بعضی میگن به سامون ویلسونه بعضی میگن به سرقورشیه بعضی میگن حتی شاید مثلا به هیپاپولوژیست باشه نمیدونم خب آره معلوم نیست دقیقا به کیه ولی میشه گفت مثلا شاید به سامون میگه که چون جدید چون اون مثلا این وایس رو یهو داد شاید مثلا تجربونه ولی خب از اون طرفم یهو بخواد انقدر فوش بده مثلا به سامان عجیبه. حالا نکته اینه که اصلا توش یه کلمه نسل رو استفاده میکنه کل نسل رو میگه مثلا این شاید میگن به نسل جدیدا میگه ولی خب حالا میخونیش باهم فقط به جای چون یه کلمه فوشی که زیاد استفاده کردم من خودم به نظرم جالب نیست همش بخونیمش همین به جای اون کلمه میگم لامپ بنفش لامپ بنفش اینجاست گفتم بگی دیگه میگه که چقدر بد که یه نفر که لامپ بنفشه رو هر کاری کنی لامپ بنفشه بازن این دسته از آدما تا زمانی که مادرشون زنده باشه هر کاری کنی لامپ بنفشن تنها راه این که لامپ بنفش نباشن اینه که لامپ بنفششون بمیره فکر کنم پس منتظر میشیم تا یکی تا این نسل کثیف بمیرن تا بچه هاشون از این لامپ بنفشگی و نمک نشاسی دران جاجی خیلی به نظر من زیاد روی بود تو این همه فرش زیاد روی دیگه واسه تالو هم زیاد روی اینجوری بخوای کسی بپری مخصوصا حالا به هر کی باشه به شما باشه نبوده. خیلی فوله به اونا هم باشه خیلی فوله به هر کی باشه خیلی فوله ولی نظر شما چی تو کامنت ها بنویسید من نظرم اینه میتونست مثلا حاجی حرفاشو چون میتونه پوینت های خیلی جالب و فکت های مثلا باحالی استفاده بکنه در جواب به هر کسی خب داره اون فکت هایی که بخواد بگه میچون میگم به تطلو مثلا داره تو چند شما حرف هایی مثلا بزنه که مثلا طرف رو قانع بکنه یا مخاطب رو قانع بکنه ولی به نظرم اینجا دیگه از هرس زیاد بسن اینقدر پست نگید فلان اینجوری رو ساده رو انتخاب کرده کلا هرچ فوش بوده رو نوشته برم آره من خیلی دوست نداشتم ولی دیگه تطلو دیگه چی دیگه چیکار کنیم بعد از اون بچه ها سامان دوباره میاد یه سری وایس ها میذاره ایشالو ببینیم چیه
کل حرف ضد ما هم چیه؟ پول ددی اینا وصلن، پول ددی اینا وصلن، چیز دیگه غیر از این نشنیدیم. یعنی مگه اینکه یکی گیر بده به قیافم، یعنی بگه تو زشتی، کچلی، چاقی، کوتاهی، یه چیز اینجوری، وگرنه چیز دیگه اینا همو نمیدونن، به خاطر اینکه اصلا تو زندگی ما نیستن، نمیدونن چی به چیه، نمیدونن ما داریم چیکار میکنیم. ولی یه چیزایی میشد خوند، باور کنید الان جزئیات کار رو اگه اینا داشتن نمیدونین چی کار میکردن، ولی ما یه جوری رفت آمد میکنیم که اینا اصلا خبر حتی به گوششون نمیرسه که چی شد. واقعیته اتفاقا من بگم خبر به گوششون رسیده که مثلا میگن وصل و فلان و این صحبت ها، ولی حاجی من ما که نمیدونیم واقعا، ما نمیتونیم مثلا اینجا بدون اینکه تو داستان هیچی باشیم بیان بگیم اگر وصل هست. ولی بحثی که هست، یه چیزی که تو دنیا هستش مخصوصا تو ایران که انقدر محدودیت بیشتره اینه که وقتی شما به یه درجه از چیز تأثیر تو جامعه میرسی، حاجی باید ازت سوال جواب میکنن، میگن که آقا چی گفتی، چی نگفتی، چرا اینو گفتی. خب و صد در مثلا تو نکن یه اینفلوئنسر روی اینستاگرام بشی، نزدیک که من بین 70 تا 100 که برسی فتا بالا سرت میگه آقا این یه سری خط قرمز، جدا از این ممکنه سه کارا هم ازت بخوان که واسهشون انجام بدی. خب این اصلا یه چیز کاملا، یعنی من حتی اگه تو اینستاگرام فالوورای ما رو داشت بدونین کیان، بعضیشون حتی اومدن اصلا گفتن تو اینستاگرام، گفتن آقا اومد به ما گفتن، حالا کاری نداره. این یه چیزی که اصلا هستش. خب بعد حالا مثلا یه نفر مثل زد بازی که دیگه انقدر معروفه، خب معلومه که رفتن بهشون گفتن این کارو بکنیم. من مطمئنم به شایع هم گفتن، به امیر خلوت هم گفتن، به اپیکور هم گفتن، به هر کی که تو ایران داره کار میکنه یه چیزایی گفتن. خب اصلا امکان نداره که تو ایران کار بکنه و یه مقدار تأثیری داشته باشه، اینفلوئنس داشته باشه، مثلا نیام بالا سرش بگن آقا بالا سرش نه، که من بیام سراغش بگن آقا اینجوری این خط قرمزا، اینم کارهایی که مثلا بعضی وقتا باید شما انجام بدی. حالا این یه مقدار به نظر میاد که مثلا واسط بازی از اون مقدار بیشتر رد شده، حالا شاید چه میدونم یه دوستی مثلا بوده یا مثلا چه میدونم، چون اکثرا هم دیدی که میذارن با این پسره که چیزه میگن هم سردار سپاه اینا هم چیه فلان و این صحبت ها، بالاخره جی اینا باعث میشه که مردم این فکرها رو بکنن. حالا تا یه باز من احساس کنم تا یه حدی مثلا تو میدونی تو دیس و دیس اینا استفاده کنی، خب میدونی دیس جدید بعد چون اون حرفایی که قبلا زدی آفه. خب دیگه همه ما فهمیدیم آقا دیگه این موزه اینا اینجوری، حالا یه حرفای جدیدی مثلا میدونی بگو الان مثلا داستان چیه اوکی. نظر شما چیه؟ من فکر میکنم اینجوریه دیگه. حالا میکردم ولی ما یه جوری رفت آمد میکنیم که اینا اصلا خبر حتی به گوششون نمیرسه که چی شد. واقعیته. اگه 1% رو میدونستن که چه اتفاقی داره میفته اینا رو بیچاره میکردن، ولی خوشبختانه انقدر یه جای دیگه جامعه هن، انقدر یه جای دیگه دنیا هن، اصلا خبرش هم به گوششون نمیرسه، فقط همون چیزهای قدیمی ددیهاشون پول دارن و اینا بستن. بله بله 100% فرمایشتون صحیحه. دیدی چی گفت؟ گفت اگه میفهمدن واقعیت قضیه چیه ما رو بیچاره میکردن. من دیگه چی بگم مثلا اینجا؟ منظورش چی بودش؟ منظورش بگم همه میدونن چی بودش. به زودی هم یه سری وایس هایی که من توی گروه هایی با اینا چت کردم از طرف اینا میاد بیرون. حالا نها کنید به خاطر اینکه اینا حرفشون حساب نیست که میگن دروغ میگی، باید صدای منو بذاره که بگن آها این شد سامان، اوکی سامان اینو گفت، وگرنه بگه سامان اومد همچین حرفی زد که میگن برو بابا چی میگی، صدای سامان کو، چون حرفت سند نیست، نوچ قبول نیستی، باید حتما صدای خود سامانو بذاری. قبول ندارم. چه؟ آره این آره من. چون حاجی دقیقاً همونطوری که مثلا شما الان فکر می‌کنید مثلا هر چی گفتی خب همه مخاطبا باور میکنن. خب اونم از اون طرف مثلا میگن آقا آیا تطلو آیا این حرفی که سامان میزنه درست یا نه، همونطور که اگه مثلا اونا بگن احتمالاً میان میگن آقا مثلا سوراب ام جی آقا ویلسون این حرفی که تطلو موقع تو لایو زد درست بود یا نه، همونطور که سر اون حرف اومدن گفت پرسیدن آره میشه میگم، یعنی یه چیز دو طرف اصلا فکر نمی‌کنم کسی مثلا اینجوری باشه که شما هر چی بگی قبول بکنن چش بسته و تحریک کنه. آره ولی اینا رو به چشم حواشی ببین، من دارم امروز خیلی جدی گرفتم. بریم، منم با اینا چت کردم، منم با اینا توی گروه بودم، منم با همه اینا حرف زدم، ولی اصلا پاکش کردم رفته، یعنی میخوام چیکار اصلا، من به چه دردم میخوره حرفای اینا. اینا ولی حرفای منو مثل طلا نگر داشتن، استار کردن، سیو کردن، با آی کلاود فرستادن رو موبایل بعدی، اینجوری ان اینا، ولی من که نه بابا اصلا همون دقیقه پاک کردم رفته. ولی حاجی منم من اینجاشو قبول دارم، کوشر مثلا بیای وایس مردمو نگهداری بعدم پخش بکنی، یه چیز پرایوت بده حاجی، مثلا من اگه میخواستم
حرفم در مورد چه میدونم فلانیو بزنم که تو چت نمیومدم به دوستم بگم که میومدم آقا پابلیک میگفت پابلیک آقا آی همتون بدین من نظرم در مورد اینه. میگم آجی نه حالا مثلا شاید چه میدونم من مثلا مثال میزنم خب آجی من میگم آقا کیان یه ذره مثلا این چیز رو مخی داره خب ولی این لازم نیست واسش بیام مثلا پابلیک بکنم میاد پیش رفیقم میگم کیان به روز فلان حرف زد اصلا ما کیری کردم خب اینو اینجوری میگم حالا این از من اشتباهی که مثلا چت مت رو بکنید و این حرفا ولی از اون طرف انقدر تو رپ این کار شده شده خب مثلا حالا کاری نداریم کیا خب که دیگه رو میترسیم یه ما میشه نیاد این پس فردا ما رو کردن مثلا یه سی داشته باشید متاسفانه یه تاکسیکیه دیگه یه تاکسیک کالچریه که ایجاد شده. نظر شما چه بچه نظر شما بچه چی در مورد این حواشی که ایجاد شده آیا با هم موافقید مخالفید هر قسمتی که صحبت کردیم لطف کنیم مثلا دقیقش رو بزنید بگید آقا با این اوکی هم مثلا با این موافقه با اون مخالفم کم بفهم دقیقا منظورتون چیه متوجه چی میگم دمتون گرم بیبیتون چون یکم این لایک سابسکرایب زنگوله یادتون نره بزنید اگه خواستید برید چنل دوم اون حتما سر بزنید چون ویدیو فوق العاده داره بزنید تو اوتیمت لینکش تو دیسکریپشن هست بس یوتیوب چنل یکم واسون شیر بکنید تا ویدیو بعدی فعلا.